بله، میخوام بریم سراغ بررسی بیشتر کشتی. عکسی که پشت سر من میبینید، خب یکی از این دو چهره برای علاقمندان به کشتی و ورزش بسیار آشناست، رسول خادم، یکی از پر افتخارترین کشتیگیران تاریخ ایرانه و دارنده مدال طلای المپیک 1996، چهره‌ای که در سالهای اخیر هم در واقع خیلی ازش شنیدیم در حوزه غیر ورزش و در کنار مردم بودن. شاید نفر دوم رو اما که کنار رسول خادم هست خیلی در واقع علاقمندان عمومی ورزش نشناسن، اما کشتیگیرا حتما ایشون رو میشناسن. میخوایم همراهشیم با نفر دومی که در عکس دیدیم. بله، دکتر کیانوش اعتماد مقدم همراه ما هستن. خیلی خوش آمدید آقای اعتماد مقدم، مربی بدنساز تیم ملی، به مدت 20 سال عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشکده تربیت معلم و همجوری گفتم مربی بدنساز تیم ملی کشتی به مدت حدود 20 سال. آقای اعتماد مقدم، اجازه بدید از رسول خادم، همون عکسی که از شما و ایشون دیدیم، آغاز کنیم. مسابقات جهانی سال 1993، رسول خادم اوت شد، از دور مسابقات کنار رفت بعد از اینکه برنز المپیک بارسلون در سال 1992 گرفته بود. بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟ سه سال پشت هم مدال طلای المپیک و جهان رو گرفت. از شما بیشتر بشنویم که در اون دوران چه گذشت. با سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران عزیزتون و سلام به بینندگان فارسی زبان سراسر جهان. آقای رسول خادم در سال 1992-93 در ادمونتون و تورنتو کانادا در وزن 100 کیلو کشتی گرفت و بعد از مسابقات جزء 10 نفر اول، حتی نتیجه بهتر از 10 به دست نیاورد. در سال 93 که تمام شد، ما کارو برنامه ریزی رو طوری طراحی کردیم که برای المپیک 1996 بتونیم نتیجه دلخواهمون رو به دست بیاریم. خیلی از افراد بودن، به خصوص میتونم اینو عنوان کنم که حتی رئیس سازمان تربیت بدنی آقای مهندس هاشمی تبا یک روز در یک جلسه خصوصی من خواست، گفت کارشناسا تشخیص دادن که آقای خادم به درد کشتی سنگین وزن دنیا نمیخوره، ایشون دوباره باید برگرده به اون همون وزن قبلش و برادرش هم برگرده 74 کیلو. من گفتم که من اظهار نظر کارشناسی نسبت به پیشکسوت‌های این رشته نمی کنم، ولی اینو من به شما تضمین میدم، اگر آقای رسول خادم تمام کمال اصول و مسائل علمی رو در نظر بگیره با توجه به خلاقیت و شایستگی که این فرد داره، من قول به شما میدم 10 مدال طلا در سنگین وزن پشت سر هم به دست بیاریم. بلا فاصله رئیس دفترشو دعوت کرد، گفت داخل بیا، گفت گوش بده ببین آقای اعتماد مقدم چی میشه. گفتم پشت تقویمتون اینو بنویسین اگر آقای خادم در وزن 90 کیلو که الان وارد صحنه های جهانی المپیک داره میشه، اگر ایشان در کارش دخالت حاشیه‌ای نباشه این نتیجه رو میگیره. آقای اعتماد مقدم ببخشید من صحبتتون رو قطع می‌کنم، ولی این اتفاق در شرایطی افتاد که اون موقع خادراتسف نابغه کشتی دنیا بود دیگه، یعنی بردن خادراتسف کار راحتی نبود. من چیزی که یادمه در المپیک 96 اون خدم و حشمی که دور برش بودن خودش در 12 نفر بودن و واقعا اصلا کشتیگیری ترسناکی بود. دقیقاً آقای مقیمی اشاره خیلی جالبی کردین شما. خادراتسف یکی از قهرمانان به نام جهان و المپیک بوده که الگوی خود آقای خادم بوده، تصاویرش رو جمع‌آوری می‌کرد. یه موقع هیچ وقت کسی فکر نمی‌کرد آقای خادم یک روزی بتونه در مقابل برنده 7 طلای جهان المپیک عرض اندام بکنه. در سال 1994 ما خدا رو گواه می‌گیرم دقیقاً 90 روز مونده بود به مسابقات جهانی، آقای خادم از آلمان پاشو پای راستش عمل جراحی کرد اومد و مورد انتقاد زیادی ما قرار گرفتیم که آقا در این شرایط نباید این پا عمل میشد. ما اصلا از این گوش میگرفتیم از اون گوش خارج میکردیم. تقریبا 20 روز مونده بود، 25 روز مونده بود مسابقات جهانی 1994 استانبول، مسابقات دانشجویان جهان در تهران بود. کشتی ها رو که دیدن آقای زندیات حسین حساری کارشناس واقعا ارزشمند کشتی ایران و جهان اومد گفت این رسول دیگه رسول سابق نیست. به نظر شما در حال حاضر این قوی تره یا عباس جدید؟ گفتم من مقایسه نمی کنم کسی رو، ولی من به شما قول میدم
در مسابقات جهانی 94 کاری بکنه که از نظر کارشناسا قابل پیش بینی نیست. و همش هم 30 ثانیه آخر یادم خاطر صفر میبرد، هم در المپیک 96 هم در مسابقات جهانی 95 عقب بود و در ثانیه آخر این اتفاق میفته. فقط این قسمت رو میخوام کوتاه تموم کنیم که به سوالای بعدی هم برسیم. ممنونم. باشه چش. نه در 94 در 94 فینال که رسیدن برای اولین بار در 100 سال گذشته کشتی آزاد یک حذفی انجام میشد. هیچ وقت یک حذفی نبوده. نفر کشتی دور اول رو برد، دور دوم رو برد، دور سوم خورد به آقای کورتانیزه، دور چهارم خورد به ملوین داگلاس، دور پنجم که خورد کشتی که شروع شد سلطان بزکش دنیا در قبل از آقای خادم آقای خادراسوف بوده. بزکش شد و آقای خادم خاک شد یک هیچ. بلند شد یکی رو جبران کرد، کشتی رو با نتیجه 3-1 به نفع خودش تمام کرد. سال 95 در المپیک آتلانتا به همین شکل با بزکش و بارانداز برد. بله. در سال 96 المپیک آتلانتا 4-1 اختار عقب بود. دائما داد و فریاد میکردن که کشتی رو باخت، کشتی رو باخت اینا، ولی کشتی رو هرگز اختار نمیبره، کشتی رو پوان میبره. آقای خادم در صدم ثانیه با همون سیستم بزکش و بارانداز کار تمام کرد و بعد از 28 سال قهرمان المپیک. کسی که خودش سلطان بزکش بود، رسول خادم بزکش‌های زیادی زد. آره خیلی ممنونم. ما می‌خوایم یه خیلی کوتاه اگر راجع به نتیجه تاریخی که توی لندن کشتی ایران به دست آورد، که من فقط به چیزی که یادمه شما 7 ماه قبل از اون کنار تیم ملی کارو شروع کردید، راجع به لندن المپیک لندن هم صحبت کنیم. چشم. در سال 2012 المپیک لندن دقیقاً 7 ماه مونده بود. زنده یاد آقای خطیب سرپرست فدراسیون بود. آقای خادم و بانبانه مدیر تیم‌های ملی و سرمربی تیم ملی انتخاب کرد. آقای خادم بلافاصله با من تماس گرفت و کادرش رو از قبل دورانی که حتی کشتی می‌گرفت، آقای خادم توی ذهنش بود که در آینده نزدیک که من بایستی دانسته‌هامو به صورت عملی بتونم انتقال بدم به بچه‌های دیگر، برنامه ریزی کرد. وقتی تماس گرفت ما باره گفتم آقای خادم برنامه ریزی المپیک 4 ساله است. ساعت شما روز شما رو، ساعت شما رو، دقیقه شما رو ما در این مدت نمیتونیم کاری از پیش ببریم. گفت سعی خودمون رو میکنیم و بلا فاصله کسانی که وارد اردو شدن با کمیته المپیک رفتیم، تست آمادگی جسمانی رو گرفتیم. ضعیف‌ترین فرد تیم ملی ایران آقای فردین معصومی و کمیل قاسمی بود که آقای خادم گفتن که ایشان هم مسابقات انتخابی بوده نه چی بوده. گفتن خب ما 20 سال هم بالاخره تو کشتی بودیم، یه سهمیه میتونیم ما پیشنهاد بکنیم، اینو بیاریم روی این سرمایه گذاری کنیم ببینیم چیه. که شما کمیل قاسمی رو پیشنهاد دادید و رفت المپیک. آقای اعتماد مقدم، من